نمایش های گاف در اسپانیا بعد از یک توقف طولانی به خاطر محدودیت های بحران کرونا دوباره از سر گرفته شد و جدل همیشگی مدافعان حقوق حیوانات و محافظ کاران راستگرایی که گاف را جزی از فرهنگ اسپانیا میدانند، بار دیگر بالا گرفت. جزیات بیشتر در برگردان گزارش همکارم جاناتان اسپیر خبرنگار صدای آمریکا. روحیه مرگ حراسی انسان را واداشته که به جنگ با مرگ برود و با آن مبارزه کند گاونر در گاوبازی سمبلی از مرگ تلقی می شود و گاو باز همواره در پی تحریک حیولای مرگ که در هیئت گاو تجسم کرده برآمده و نهایتا آن را شکست می دهد و لذت شکست مرگ را مزه مزه می کند گاوبازی از دیرباز نمادی قدرتمند از ملیگرایی اسپانیایی بوده است عوام فریب های راستگرا آن را محرکی برای وحدت ملی قلمداد می کنند پدرو فامادو از خانواده ای می اید که نسلا در نسل گاوباز یا به اصطلاح ماتادور بودند و کارشان پرورش گاو مسابقه ای بوده گاوبازی بخشی از فرهنگ ماست و جزی از اکوسیستم منطقه است اتحادی اروپا کمک های جایگزین میده ولی وجود گاوبازی خیلی تاثیر بیشتری بر زندگی ما داره اما این سنت اخیرا با رشد جنبش و نهادهای مدافع حقوق حیوانات در زمره مصادیق عینی حیوان آزاری قرار گرفته و در بسیاری از کشورها و چند ایالت اسپانیا از جمله جزایر قناری و ایالات کاتالونیا ممنوع شده است سیاستمداران محافظه کار اسپانیایی با آنکه از شکنندگی اخلاقی گاوبازی به خوبی آگاهند به خاطر محبوب بودن آن در نزد درصد بالایی از رای دهندگان اسپانیایی حمایت از گاوبازی را به عنوان کلید موفقیت در کسب رأی میدانند به نظر نمیرسد که شکنجه و ضبح حیوانات در انظار عموم با حساسیت های قرن 21 سازگار باشد با این وجود هنوز هم جوانانی هستند که ترجیح میدهند گاوباز شوند و هیجان به خطر انداختن جان خود در مسافه با گاوی نر خشمگین را تجربه کنند